رویت چو گل و زلف تو چون شمشاد است، جانم آن لحظه که غمگین تو باشم شاد است. نقد هایی که نه نقد غم توست آن خاک است، غیر پیمودن باد هوس تو باد است. درود بر شما شکوفه های عشق و محبت، شما همگامان راز طبیعت. این برنامه را با دنیایی از شادی، برکت و سلامتی به شما همدلان تقدیم می کنیم. حضرت مولانا سرشار از محبت و عشق در دل عالم قوغایی ماندگار بر جای گذاشت. هرچه پیشتر به سوی او دل را روانه می سازیم، آوای ناب و اصیلش عنصر وجود را به پاکی و عرفان تعمید می دهد. در این برنامه از زندگی نامه حضرت مولانا، دیگر شمس وجود خارجی ندارد، اینکه چه بر سر این معشوق صوفی آمده امری است که جز خدای بر آن کسی را واقف نیست. تفاسیر متفاوتی در مورد این جدایی به قلم کشیده شده که بیشتر بر پایه حدس و گمان می باشد. بشنوی نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پر خون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. بند بگسل باش آزاد ای پسر،
چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جمله ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق پر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. رهایی شمس از قونیه با رازها و اسراری بس اعجاب انگیز همراه بود. حقیقت این هجرت همچو خود شمس پر از ابهام است، اما آنچه عیان است دریچه‌ای بود که شمس تبریزی آن را به سوی حضرت عشق گشود. جوش و خروشی که این عالم فقیه را بر جستجوی انداخت، گویی شمس آن چشمه‌ای بود که در دل کوه جوشید. آری چشمه به آبشار رنگ حضور داد، تا او را به اقیانوس عشق وصال بخشد. زندگی موسیقی زیبا و عجیبی است، نوت این ساز به دست خالق نگاشته شده، و این ما هستیم که با دیدگاه خود، اراده و تکاپو، دل را از نور عرفان جلا می بخشیم، تا بلکه موزون پروردگار این موسیقی زندگانی را به نوا دراریم. خوشا آنان که هم نوازیشان با آن خالق یگانه هم خوانی دارد. به جان پاک تو ای معدن سخا و وفا، ما صبر نیست بی تو ای عزیز بیا. چه جای صبر مه گر کوه قاف بود، این صبر ز آفتاب جدایی چو برف گشت فنا. نبود شمس حضرت عشق را چون عاشقی بی بال و پر، در اوج حسرت و غم فرو کشاند. روزها و شبها در پی یافتن شمس سپری شد، لکن بی حاصل و اندوهگین همچنان به جستجوی خداوندگارش ادامه می داد. رقص سماع را پل ارتباطی برای حس وجود یار می دانست و دائم در کوی یار به سماع بر می خواست. سماع ارمغان جاودانه رهایی و آزادگی است، چرا که مولانا را از خود بی خود می کرد و روح اصلش را با یگانه آفریدگارش پیوند می داد. گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هست آیین من است. تا پیاده می روم در کوی دوست، سبز خنگ چرخ در زیر من است. چون به یک دم صد جهان را پس کنم، بنگرم گام نخستین من است. من چرا گرد جهان گردم چو دوست، در میان جان شیرین من است. شمس تبریزی که فخر اولیاست، سین دندانهاش یاسین
من است. حضرت عشق سالیان سال به دنبال عشق عرفانیش راهی شهرهای گوناگون شد. یک سال از عمر گرانمایه را در شام به این نیت که آفتاب عالمش را باری دیگر بیابد، مهر صبر بر شب تاریک فراق زد. این کاوش در پی عشقی خالص و بیریا به 7 سال ادامه یافت. این بار جلال الدین بلخی شمس را نه در این عالم ماده و جامد و نه در عرش کبریا، بلکه در ذرات وجود خود دریافت. گویی این بار شمس در روح و وجودش زاده شده. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی رود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو. گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند. عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من تویی، ملکت و مال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو به سر نمی شود. مولانا شمس را در خود پرورانده و به این باور رسید که دیگر کند و کاو چاره ساز این فراق نیست. چنین می باید بود که شمس را در درون خود ظاهر کند. شمس بهانه‌ای بود برای تبلور چشمه عشق و عرفان، نوری بود گرما بخش برای محفل قلب پاک و مخلص حضرت عشق. ما زنده به نور کبریاییم، بیگانه و سخت آشناییم. شمس تبریزی خود بهانه است، ماییم به حسن لطف ماییم. با خلق بگو برای روپوش که او شاه کریم و ما گداییم. محویم به حسن شمس تبریز، در محو نه او بود نه ماییم. شخصیت والای مولانا سرشار از اسرار مهر و محبت و یک دلی و یک رنگی. او که جاودانگی را به جهانیان در غزلیاتش هدیه داده، نه تنها یک سوار ادب و فرهنگ اصیل پارسی است، بلکه تاریخ جهان همپایی چو او به خود ندیده. مولانا در سماع بود که صدای زرکوبی او را به وجد در آورد. این بار معشوق دانش محدود و سوادی اندک داشت. صلاح الدین فریدون زرکوب جایگاهی خاص در دل مولانا یافت که سبب شد جانشین شمس گردد، چنان که سلطان ولد در مثنوی ولدی چنین گوید: قطب 7 آسمان و 7 زمین، لقبشان بود صلاح الدین. در وصال خدا قوی کامل، نظرش کرده سنگ را قابل.
مولانا که محبتش به زرکوب روز به روز افزون میگشت، فاطمه خاتون دختر زرکوب را به عقد فرزندش سلطان بلد درآورد. صلاح الدین زرکوب به خواست مولانا 10 سال مریدان را راهنما بود و سپس بر اثر بیماری دنیای فانی را به دنیای ابدی رها کرد. وی وصیت کرده بود در روز مرگش جز رقص، سماع و دف و شادی هیچ نباشد. سلطان ولد این امر را مسرورانه به اجرا درآورد. شیخ فرمود در جنازه من دهل آورید و کوس با دف زن. سوی گورم برید رقص کنان، خوش و شادان و مست و دست فشان، تا بدانند که اولیای خدا شاد و خندان روند سوی لقا. به امر مولانا صلاح الدین زرکوب به سال 662 هجری قمری در جوار سلطان العلماء پدر حضرت عشق سپرده به خاک شد. اما پس از صلاح الدین، حسام الدین که او نیز همچو زرکوب از مریدان شمس می بود، جایگاهی بس معظم در زندگی مولانا داشت. در برنامه بعد از حضور این شعله شمس بیشتر خواهید دانست.